در مناقشه مسلحانه روز 14 سپتامبر به گفته ساکنان محله لنگر ماهیان چارکو که اساسا خانه های چند از آنها آسیب دیده است از دو جانب مورد حمله قرار گرفتند که یکی از دهه سمرقنده که به گفته ساکنان در آن دیدبانگاه مرزی واقع است و از این جانب دهه مینبلاق با این محله همسرحد باشد که در آنجا نیز دیدبانگاه سرحدی وجود دارد و چند از خانه و مؤسسه های تعلیمی از آن جانب مورد حمله قرار گرفته است. در این مناقشه بیشتر حوالی عمر اسمت‌زاده ضرر دیده است. در این خانواده او همراه آیله برادرش و در مجموع 9 نفر اعضای خانواده زندگی میکنند که اکثرا کودکان نابالغ دارند. آنها میگن فعلا در این حوالی امکان زیست ندارند و به خانه اجاره رفتند. من سه فرزند مایده داشتم. فرزند هایی که 3 ساله، 2 ساله، 1 ساله. خیلی ما که روزی میدونیم. همون بچه هایی نمیدونیم. این آقای ها بفیر نیدونیم. بسی دوید. لخت بریدیم. من اونجا بچه های بچه ها گوز میکرد. به حوالی آیلی قربانوفانیز در محلی لنگری ماهیان حادثه دیروز تأثیر مالی و جانی رسانیده است. اسدالا قربانوف پسر بچه 17 ساله از سه جایش زخم برداشته و حالا در بیمارخانه بستری شده است. همین دنی همین تاله کندم که همین دنگر از کند هم تو برو یگون جا دیدن میشه دوی دو تاریکی. اینها علاجش همین که نفس کشتن نشته است. آینه که پشت کشاده با آینه که پشت بشکانه بریم به دود است. ساکنان میگن از جانب دیدبانگاه دهه مرزی مینبلاق قرقیزستان به نزدیکی مؤسسه تعلیمی رقم 47 نیست چند خمپاره و گلوله هوا داده شده است. یکی از گلوله ها به ستونی برخی زده و پایش را شکسته است. آواز بسیار بلند شد. بچه های جواب داده برو بردیم. قسمان یک 20 یا 30 نفر بچه ها موندگی بود. ترفی پیشنده کمتر بود. بچه های گرفته برو ورسه بودیم. معلم ها از بالا بچه های توپه را فرده ایتانو بایده شود گفته. من طرفی پیش انده بودم که یک بار آوازی بلند شد. خودم هم ترسیده پیش به برامده دیدم که علاقه اینجا سالبه غلطیدگی ویسوکی پایینند استوده است. بچه ها همین صحنه مکتبنده کمی بیش موندگی بود. پیشی صحنه مکتبنده چی رو فیر کرده همش گریخته. رفت خیرات همینجا بچه های محله بود. در اب چید بگرفتیم طرفی دیوال با بچه های گرفته. سیکن معلم ها هم یک جای بچه های ترسیدگی برآورده گسیل کردیم. مقامات محلی و حالتهای اضطراری تا لحظه آماده شدن این گزارش از خسارات رسیده معلومات ندادند. ولی به مشاهده ما دست کم 5 حوالی قسمان خراب شده و چندین واسطه نقلیاتی خدمات خدمت رسانی نیز آسیب دیده است. هرچند روز 15 سپتامبر وضع آرام به نظر می رسد ولی مردم از حالت دیروزه به تشویش افتادند. طلب مقصد همینکه صلح شود، آبادی شود. غربت نشد. مقصد کار بمشه یا یک جای دیگه میشه یک جای دیگه میشه که شود که بیمالا دلی پور که طرفت کار که کن گشته جو. بنابرای گزارش ها در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روز 14 سپتامبر دو مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. مناقشه صبح 14 سپتامبر در نزد دیدبانگاه سرحدی کیخ ناحیه اسفره شروع شد و به دیگر گوشه های مرز گذشت. نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفته است در طول روز میان مرزبانان تاجیک و قرقیز 3 دفعه تیراندازی سر زد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.